با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند با یکی دیگه از برنامه 90 درصد در خدمت شما عزیزان از ما امشب در خدمت یکی از بهترین مربیای فوتبال کشور و از مرد اخلاق فوتبال و جامعه خودمون کسی نیست آقای اردوانی. آقای سلام شب تو بخیر. سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن دیده مردم روشنایی. من خیلی از شما و برنامه خوبتون آقای قادر تشکر میکنم. آقا بخیر یه شهر شما یاد بگیری دیگه اگر دو بدید. ولی اوضاع چطوره آقا؟ تیم ملی امید ها که هر زوری بود یه توضیح میدید؟ عرض کنم که تیم ملی امید که خب من بچه ها خوب کار کرده بودم، بد کار نکرده بودم، فقط تیم ها همکاری نکرده بودم، بازیکن نداده بودم، ما بازیکن سرباز آورده بودم. چهار تا از بچه های من اصلا هواپیما ندیده بودم، پنج تا از این بچه ها اصلا توپ چلتیکه ندیده بودم، دو تاشن اصلا تهران ندیده بودم، 17 تاشن اصلا همدیگر رو ندیده بودم. من ولی باز خوب کار کردم، دستشون درد نکنه. چه جوری آخه میشه اینقدر تو رو هم خوب؟ یعنی از شرایطی که داشتید راضی هستید حالا شما؟ حالا از ما که خدا وکیل، خدا وکیل البته من قسم نمیخورم، ولی خدا وکیل به جان مادرم که این بچه ها از این قدر زحمت کشیده بودن، ولی خب با بضاعتمون همینه، همه اومدن تهران میگن این تهران، تهران که میگن اینه. در اینکه شما همیشه با بی بضاعتی دعوامون این بوده، ما همیشه گفتیم که نقاط قوت شما هست. در اینکه داوری هم شما یه سری مشکلات داشتید، اینو همیشه بگید. حالا من کسی نیستم در مورد داوری قضاوت کرده باشم، من قضاوت رو میسپرم به مردم و مردم خودشون قضاوت کرده باشن. خدا وکیل ولی به نظر من پنارت بود. این پنارت ناداوری، نه اینکه ناداوری کرده باشن، ناداوری نکرده، داور هم زحمت کشیده دستش درد نکنه، ولی پنارت بود. خب در این رابط تو هم کارشناس داوریمون تا دقیقه با خانه داره فدایی عزیز، این راجب بحث تهران و این تبعیضی قائل میشه برای تیمای تهرانی و تیمای شما و نمیدونم شما راضی نبودی راضی بود که خیلی؟ البته من کی باشم که بخواب راضی باشم؟ شاعر میگه که میگه من که دارم در گدای گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. من تشکر کردم گردونه دون پرور کنم، بله دستشونم درد نکنه. آقای شاعر ایشون هم خوب شاعری کرد. خیلی ممنون آقای فدایی عزیز، هم اجازه هست یکی از کارشناس بین‌المللی فوتبال کشور ما آقای فدایی اگر کار داره فقط آقای دوباره یه مادر سلام عرض میکنم. خسته نباشید. به بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که دعوت کردید و همچنین جامعه داوری تشکر میکنم، همچنین اون داورانی که اشتباه میکنن. من از اینجا میگم داوری که اشتباه میکنه جزء داوری کارش و بله. شما طرفدار داور هستید که مخالفشون؟ من طرفدارشون هستم، همیشه اینا زحمت میکشن و اینکه وقتی اشتباه میکنن جزء کار داوریشون هستش. آیا اردوانی عزیز یه مقدار گله من بود از نوه داوریه که برای تیمشون گرفته میشه؟ حالا نمیدونم اگر صحبتی دارید با خدا آیا. البته قادر جان من باید خدمتتون عرض کنم، شاعر آیه فدای شاعر میگه که مرنجان دلم را که مرغ وحشی زهر بام برخواست مشکل نشیند. من خیلی تشکر میکنم مرغ وحشی شما در حالا شما دال بده، چون من میدونستم که استاد تشریف دارن، من چند تا شعر آماده کرده بودم که اینجا خدمتشون بخونم. ادب مرمه بله خواهش میکنم، تشکر میکنم. شما باید الان دال بده. دال میگه که دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، که ای نور چشم من بجز از کشته ندروی.
آه به به من خیلی خوب شاعری کردین، حالا براتون مجبورم دیگه شاعری کرده کنم. چند تا دارید رو کنه دیگه. با خدا وکیل، خدا وکیل من نخواهد این جمچی خودنمایی کرده باشم. ولی برای شاعر میگه یک همدم با وفا ندیدم جز درد، یک مونس نام زد ندارم جز غم. این بده سالها دل طلبه. آه من اجازه بده پنارته، این پنارته، شما سوختی پنار کردی، شما قبول حالا قضاوت رو بذاریم. بله آیا مشاهره رو باختی قبول بید؟ من واقعا اگه اجازه بدید یه فرصت دیگه بدید به من که من جبران میکنم. آیا دیگه اشتباه داوری نیست راجب شعر و شاعری ما اگه اشتباه بکنم اصلا از پایه و قانونش اصلا بعد جور در بیاد، یا که نباید بگه با حس نباید بیرون قاعدتا من فکر میکنم باید واگذار کنیم به مردم. مردم قضاوت همیشه قضاوت درست کرد. من باز تبریک میگم به ایشون، ما به ایشون تبریک، ما به شعور مخاطب ارزش قائلیم. ولی یه چیزی من بگم یه چیزی بگم که این شکست منو به پای جامعه داوری نذارن و جامعه داوری رو در مقابل جامعه مربیگری نذارن که این من تشکر میکنم. متشکرم. البته شما خوب مشاوره کردی، منم خوب مشاوره کردم، دیگه قضاوت رو میذاری به عهده مردم که بهترین قاضی. من هم البته قادر جان با یک برد ما نباید به خودمون قره بشیم، ما مسئولیتمون بیشتر میشه و اینجا ثابت میشه اون ضربه پنارت بود. خب این که شما نگفتید با یه شروبه که گفتید، خب نگفتید امیدو چیکار کردید؟ اجازه میده من مثلی که باید برای شما همچین مثنوی 70 من میخونم تا متوجه بشه. خب وقتمون هم اجازه نمیده به ما. من شروع میکنم مثنوی 70 من رو همینجا براتون خونده کرده کنم که شما مثل این که اینجوری متوجه نمیشید. حالا من که شما خیلی دوست هم شعرهای شما رو یاد بگیرم، همین که شما باختید دیگه. من باختم ولی اون صحنه رو با این که ندیدم ایشون میگن خطا بوده، حتما خطا بوده. تشکر. لذت بریم از این فضای هنری و شاعرانه تا من بخت بعدی در خواهی بود. خب من شما مصنوی رو شروع میکنم. من بشنو از نیچون حکایت کرده بوده. چرا آقای کنم؟ آقای چرا آقای کنم؟ 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 آ